مرادی خانم مهمون داریم. چه مهمونی؟ من اصلا از نوجوانی عاشق مهمون این هفتهمون بودم، بجز اینکه حالا نمیخوام، ممکنه لحاظ سنی اختلافی نداشته باشیم، ولی خب از لحاظ کاری بله. توی یک حد و اندازه بود. من عاشق کاراش بودم، تمام آلبوماشو میگرفتم، عاشق تیپ و قیافش هم بودم، هی زور میزدم شبیه قیافه این بشم، موهامو درست میکردم، بلند میکردم، نمیشد فایده نداشت. تا بالاخره امشب برای اولین بار به عنوان مهمون توی برنامه‌مون دعوت شده. بابک امینی. چی؟ کی؟ کجا؟ کی؟ این پشت؟ در هامبورگ، بله. با گیتار شکست؟ چجوری شکست؟ و همش با هم گیتار رو دست شکسته یا ضرب خورده؟ نه شکسته، بله. واقعا متاسفم بابا، یعنی بعد از این همه سالم که اومد با دست شکسته اومد. ولی اومدم. ولی اومدی، دمش گرم واقعا. واقعا جا داره که دمت گرم واقعا، یعنی مرامو تا تهش رفتی دیگه. پشتش بعد تابلوی ورود ممنون بزن دیگه، بعد از این دیگه کسی با مرام نیاد. ولی واقعا ممنون. چی شد حالا تعریف کنیم چجوری؟ والا هیچی، اومدیم بریم رو استیج. استیج خیلی سیاه بود، یعنی انقدر دارک کرده بودن که خب به هر حال سورپرایز بشه وقتی آرتیست میاد رو استیج، بعد چراغا رو روشن کنن و استیج هم بلند بود. من متاسفانه واقعا فرق زمین و غیر زمین رو متوجه نشدم. تو خودت سورپرایز شدی در واقع؟ خودم سورپرایز شدم وقتی که فرود اومدم روی سیمان. و دیگه با همین آرنج و گیتار و همه چی دیگه، یعنی همون اول کنسرت؟ بله، جلوی مردم. چه بدشانسی. یعنی ببین اینجا یه لامپ میسوزه، تو اینقدر میگی ما بدشانسیم اون وقت. خدا اشتباه کردم. ولی واقعا میگم همش فکر میکنم که چقدر شانس آوردم که مثلا گردن و سر و کمر و اینا فرود نیومدم، باز این ضربه رو گرفت و به خیر گذشت. تمام کنسرت هم کنسل شد دیگه، همون کنسرت هامبورگ. بله من نه هامبورگ رو من فقط بعد یه مقداری تقریبا از هوش رفتم، اصلا نمیدونستم چه خبره وقتی که خوردم زمین، ولی بعد بلند شدم اومدم رو استیج و یعنی همه رو گفتم بیان رو استیج، چون همه همش به من میگفتن که نمیخواد بری رو استیج چون خیلی بدجور خوردم زمین. بعد من گفتم نه برین، من با همین وضعیت نشستم و بند و با دست شکسته؟ بله گیتار نزدم ولی بند و رهبری کردم و کنسرت تموم شد، چون نمیخواستم که به هیچ وجه درد. چجوری این درد تموم؟ وحشتناک بود، وحشتناک. نمیخواستم که به هر حال هم مردم و دوست نداشتم برنامه فرامرز عزیزم وایسته وسط کار. فرامرز عزیز چه شانسی داشته با یه همچین عجوبه‌ای که تونسته برنامه رو دوباره با دست شکسته بدون این که بره دکتر. دمت گرم واقعا، دمت گرم واقعا. در شب تنهایی من عشق بود و شمع و شراب. دوباره عاشقت شدم. دوباره. خب ببخش این آقای کارگردانمون هم میگه بذار من اینا درست کنم. اینو بذارید چون چشم. دست گچ گرفته مشکل نیست، ولی سیمه از قرار بچه ها رو خیلی اذیت میکنه. و من واقعا شرمنده، هر جوری تو خواستم اینو کاورش کنم با برنای عزیز سعی کردیم خیلی ممنون نشد دیگه، این به همین ما همون یه دستت هم که توی کته به کل هیکل ما میاد همون یه دست، خدا رو شکر نتونستیم یکی دست رو بردیم کته، یعنی شانس بردیم ما. خب دیگه چه خبر کاروبار چطوره؟ همه چی خوب خوشبختانه حسابی مشغولم، کار جدید دارم و با آرتیست‌های مختلف دارم کار میکنم و چند تا کاره که خیلی وقت بود یعنی روش کار میکردم و منتظر بودم که انجام بشه انجام شد امسال. یکی
این کلاس‌های آنلاین هم که به طور مجانی 100 تا کلاس. این هم من می‌خواستم ازت سوال بکنم. بله. من همیشه دوست داشتم که برای بچه‌های ایران اونجایی که به هر حال محدودیت دارن و نمیتونن کلاس برن، چون خود ما به هر حال گدایی اینفورمیشن و معلم رو کردیم زمان خودمون. و همیشه دوست داشتم که برای بچه‌هایی که دسترسی به استاد ندارن، مخصوصاً بچه‌های فارسی زبان، کلاس‌های آنلاین مجانی بذارم. و تقریباً که نه 100 تا قسمت من تولید کردم سال گذشته و خوشبختانه خیلی طرفدار داشت. و اینا رو یعنی آپلود کردی روی وبسایتی یا اینستاگرام؟ چند جا های کوالیتی شو که بچه‌ها به هر حال یوتیوب براشون سخته و فیلتر میشه و های کوالیتی شو نمیتونن راحت ببینن، ولی های کوالیتی رو رو یوتیوب گذاشتم، ولی کوالیتی پایین‌ترش رو روی تلگرام چنل گذاشتم که سال پیش 2 میلیون ویو داشت. یعنی 2 میلیون فقط از سایت تلگرام چنل من دانلود شده بود اینا، چون نامبراش هست. بسیار عالی. و یکی این کاری بود که خب خیلی دلم میخواست بکنم. یکی دیگه اپلیکیشن صدای تو که این هم برای بچه‌هایی که میخوان صداشونو و به صداشون، یعنی قدرت خوندنشونو به همه به صورت مجانی نشون بدن. و یه اپلیکیشنی که الان تو اندروید استور و اپل استور هست به نام صدای تو، اونو تولید کردم. چیکار چجوریه داستانش؟ این با البته این تولید با کمک دو تا از دوستام هستش. این شما مثل اینستاگرام هستش. شما میتونید پروفایل باز بکنید و بخونید، حتی ویدیو میتونید، ولی باید لایو باشه. یعنی شما نمیتونید به افکت بدین به صداتون یا چیز، باید نچرال همون موقع تصویر خام. بله، به شما یک چیزی میده که بله دکمه رو میزنید و شروع میکنید خوندن یا ویدیو میگیرید. و این که مثلا تا الان فکر میکنم 5-6 هزار تا ساین اپ داشته و خیلی خواننده‌های خوبی رو ما اونجا پیدا کردیم و معرفی کردیم به مردم. این چند ماهه که این اپلیکیشن درست شده. خب بعد اون وقت چیکار می‌کنم بعد از اینکه میان خب معرفی؟ این تازه شروع شده. ما کانتست هفتگی گذاشتیم برای این اپلیکیشن و تو هر هفته چند نفر رو به عنوان خواننده اون هفته معرفی می‌کنیم. و بعد منتظریم یه مقدار این اپلیکیشن بزرگتر بشه که بعد حتی براشون کارم تولید میکنیم. واقعا؟ بله. اپلیکیشن اسمش چیه؟ صدای تو. من برم سریع من اقدام بکنم در این زمینه. خیلی خوبه، خیلی خوبه، واقعا دمت گرم. من به شخصه ممنونم. من برم فردا ببینم میتونم من چیزی یاد بگیرم. من خیلی خنگم توی یادگیری ساز، ولی دارم همه سازا رو خونه دارم، گیتار، پیانو، همه اینا رو دارم. من مطمئنم شما تو در همه زمینه‌ها با استعدادی. قربونت برم من. یه سر بریم اتاق فرمان، من چون واقعا تحمل این همه تعریف و تمجید رو ندارم. یه قلاب آب بخوریم برگردیم. خب همچنان در خدمت بابک امینی عزیز هستیم که علی‌رغم دست شکسته بازم اومد و مهمون برد. سیمای عزیز، میخوام فقط ازت اجازه بگیرم قبل از اینکه شروع بکنیم، من میخواستم از بند خیلی خوبتونم تشکر کنم. بسیار میوزیشن‌های خوبی هستن و بسیار خوشحالم که میبینمشون از نزدیک. جای دیگه دیده، تو برنامه دیگه دیده بودم، ولی خیلی خوشحالم که میبینم بچه‌ها رو از نزدیک. متاسفانه قطعاتی آماده کرده بودم، دوست داشتم امشب بزنم همچنین با بچه‌ها، ولی قسمت نشد. حالا اشکال نداره، ما دوباره شما رو 100% دعوت میکنیم. این دفعه فقط واسه همون قطعاتی که میخواستی بزنی، ولی این دفعه ولکنت هم نیست. فکر نکن مثلا با چند تا قطعه میخواستی بزنی؟ 3 تا. خیر، خب تا 30 تا نزنی ما خودی دفعه بعد نمیذاریم در استودیو بری بیرون. خب عزیزم اونجوری باید تیکت بفروشین دیگه، بریم تو کنسرت. همین کارو میکنیم. استیجش هم ببین 30 سانت بیشتر نیست، بیفتی دیگه. فقط چند تا میتونیم دوشک اینا بذاریم زیرش. آره خطرش افتادم چیزی نشه ان شاء الله که دیگه هیچ وقت همچین اتفاقی واسات نمیفته. ان یکی از هنرمندان و استعدادهایی که از کشور خارج شده، فکر می‌کنم تنها کسی هستی که نوازنده و آهنگساز بودی از کشور خارج شده، یعنی خواننده نبودی. حالا یه آهنگ داشتی که توی فیلم قرمز. آره، آهنگ عاشق منو خوندم. من میگم معمولا نمیخونم، برای اینکه خب افتخار اینو داشتم انقدر با خواننده‌های خوب کار کردم و خب آهنگامو وقتی می‌بینم میشه که خواننده بهتری بخونه، ترجیح میدم خودم آخری باشم.
ولی خب نه، یه سری آهنگای شخصی هم، یعنی پرسونال واقعا برای خودم درست کردم که یه چند تاش فکر میکنم الان باشه تو یوتیوب و اینا میتونید ببینید. امسال هم یه دو تا از این کارا پخش میشه چون تولید شده. چه دورم دور و بی فردا، چه سردم سرد و خاکستر، شبیه لحظه بدرود، خیلی خوبه. به عنوان آهنگساز و یک نوازنده چیره دست گیتار تو ایران هم میتونستی فعالیت بکنی، یعنی مشکلی طبیعتاً نبود یا بود؟ نه ما خیلی مشکل داشتیم اونجا، خیلی مشکل داشتیم. ببین خب بعد از انقلاب اولین، چون موقع سی دی نبود، اولین نوار گیتاری که تولید شد باران خاکستری بود که من فقط 4 سال طول کشید که این مجوز اینو به من بدن. موسیقی بی کلام و من این آهنگایی بود که از 13 سالگی تا 17-18 سالگی ساخته بودم که این تولید این تا 20 سالگی، یعنی برای ضبطش و این که مثلا بتونم از پس خیلی چیزاش بر بیام که این تولید بشه فقط. و بعد 4 سال من بالا پایین رفتم وزارت ارشاد و یک کمپانی هم کمکم میکرد به نام نی داوود که خیلی از کارهای معتبر اون موقع داده بودن بیرون. موسیقی فیلم و اینا بیشتر کارهای آقای نوری، کارهای آقای انتظامی، البته تمام اینا خودم توش بودم و گیتار زدم. این کمپانی تازه خیلی معتبر بود و کمک میکرد. بعد 4 سال طول کشید، شد من شد 24 سالم و بعد یک آلبوم دیگه ای تولید کرده بودم که انقدر فرق کرده بودم از آهنگسازی بین 13 سالگی تا 17 سالگی که دیگه من اصلا گوش نمی‌کردم، دوست نداشتم آلبوم باران خاکستری رو. دیگه چندین سالم طول کشید که مجوز اونو بدم و خلاصه من 4 تا آلبوم در ایران تولید کردم، به اضافه البته خب من سشن پلیر بودم جای مختلف. خب قبل از که بیام بیرون نزدیک 200 تا شاید اثر اسم من توش هست، ولی برای کنسرت و تولید کاست یا سی دی برای کار شخصی خیلی اذیت می شدیم. مثلا حتی قیمت تیکت کنسرت ها رو جوری می زاشتن که شما آرتیست کنسرت نذاره، یعنی سولدات می کردیم ولی ضرر می شد. و خیلی یعنی کارهای قضیه مجوز و راحت کنسرت دادن، خب منم واقعا عاشق پرفورمنس بودم، همون قدری که آهنگ میگم عاشق آهنگسازی بودم عاشق پرفورمنس هم بودم. ولی خب پرفورمنس بچه‌ها میدونن، بچه‌هایی که زمان ما در ایران کار موسیقی میکردن واقعا سخت بود. یعنی یه موقعی میشد که فقط باید یا تو تالار رودکی جزو ارکستر وزارت ارشاد باشی یا با خواننده هایی که به هر حال به نوعی مثلا آلو موقع دوست عزیزم خشایار اعتمادی بود با تو بندش بودم، یعنی به نوعی نمیتونستی کار خودتو شخصا به عنوان مثلا اینسترومنتالیست یا مثلا حالا کارهای دیگه، خیلی محدود بود. یه جورایی انگار سخت‌تر هم بوده. سخت، خیلی سخت بود. بعد دیگه من آخرین فستیوال، یه فستیوال موسیقی بود در ایران که ما شرکت کردیم، تو بند من دوست عزیزم کاوه یغمایی بود و بابک ریای پور که ما اونجا بهترین بند، یعنی اون بند من بهترین بند شد و جایزه گرفتیم، که موقعیتی بود که آقای کیمیایی منو به خانم گوگوش معرفی کرد و از اون طریق این موقعیتی شد که من بیام خارج از اصلا. اون خودش انقلاب خبری بود، یعنی بابک امینی و گوگوش عزیز تو همون دوره‌ای که اومدن بیرون اون واقع. بعد برگشت ایران یا دیگه برنگشت؟ بله متاسفانه برگشتم که یه 6 ماهی واقعا. حالا داستانمون خیلی اذیت شدیم و اینا، اون طولانیه، ولی واقعا به خاطر اینکه بیشتر بتونم کارمو ارائه بدم، بیشتر بتونم کار تولید بکنم و رو استیج باشم، من از ایران اومدم بیرون. عاشق بیرون از ایران موندن نبودم. عاشق کشورم هم دوست دارم باشم، ولی در صورتی که بشه کار کرد. ولی عاشق هنرت هم هستی طبیعتاً، و کاری که می‌کنی و دوست داری که راحت باشه برات. سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را،
حالا با توجه اینکه با خیلی هنرمندای مختلفم کار کردی، کدومشون سخت‌تر بوده کار کردن باشون؟ فال اپ از قرار فرامرزجان از همه سخت‌تر بوده، دستم شکونده و آسیبی که بهت زده نه؟ والا من با کار کردن با فرامرز عزیز برای من مثل کار نیست، واقعا لذت بخشه. یعنی احساس میکنم کار خودمه. خب یه آلبوم مشترکی هم با هم داریم که تمام تنظیما و به هر حال نوازندگی گیتارش من انجام دادم و ملودیا و اشعار زیباش از فرامرز عزیزم هستش. نه واقعا فرامرز فرق داره. خب فرق داره. فرامرزیانو میذاریم کنار. و خوشبختانه با به هر حال با کسای دیگه‌ای که کار کردم تا اون موقعی که کار کردم راحت بودم و یه احترام متقابلی بوده تا اینکه کار نکرد. تا اینکه کار نکرد. دقیقاً هم اون نکته اصلی قضیه است. اون موقع هم احترام بوده. احترام طرف من بوده حالا برات. این البته ذره شوخی بود که. خیلی خب باش ما ولی شوخی رو جدی میگیم. اشکال نداره ولی. اشکال نداره. بابک ما حالا جدا از اون اجایی که می‌خواستی برامون داشته باشی و نشد، بازی هم معمولا آخر مصاحبه با مهمون انجام میدیم، ولی با توجه به دست شکسته تو ما واقعا نمیدونیم چه بازی رو میتونیم انجام بدیم که مشکلی ایجاد نکنه. یه بازی برای در نظر میگیریم، منم سعی میکنم شرایطم رو با تو هماهنگ بکنم. آره دیگه هم لول باشه، عادلانه باشه. عادلانه باشه 100%. همراه ما باشید. نوبت به مسابقه بسیار هیجان انگیز امشب رسیده، ولی سینا جان اینطوری عادلانه نیست. ایشونو ببین. ببین آخه نه نه من در نظر گرفتم ایشون الان به عنوان یه گیتاریست حرفه‌ای ابزار کارش، یعنی دستش شکسته. خب ابزار منم به عنوان یه گوینده ابزار کارم رو الان به چیز میکنم دیگه، میبندمش. دهنمو میبندم با هم دیگه مسابقه میدیم ببینیم که کی. سینا جان من بهت آوانتاژ میدم. با دهن باز بازی کنم. کوری میخوایم بخونیم. کوری میخوایم. من با چشم بسته میبندم. من با چشم بسته. نه. نه بیا. میگه خیلی کوریه. نه به جون تو. کوریه خوبیه. عجب حال پوز میده حال. به خدا. از اون زیر میبینی. نه من اعتماد به نفسم از دست بدم شادی جان. بریم. من حاضرم. بریم. خواستم میبینی کجاست اینا. خب شما بنوشید لطفا. نه نه نامردی نکنین. نه دیگه شروع شد. شروع شده. شروع کردین. خب مال من افتاد بهم بگین افتاد. باید برگرده قشنگ. باید تا اینجوری نشه نمیشه. مال من یا بابک؟ مال من شادی؟ شادی؟ مال من افتاده؟ بله بله. بگو مال منه. بابا این مال تو یه چیزی داره حتما تو. نه اصلا قبول نیست. بازم تو ادوانتج داری. مال من یا بابا؟ مال من با چش بسته اصلا بازی کنم به. من کمک میکنم به بابک. آقا اینا یه چیزی داره توش. این آروما داره. به خدا یه چیزی داره. بذار ببینم. جامون عوض یه برو. یکی بردن یک کو مالا کیو خیلی چیرا برو یه دونه برده نبرده نه برده شما یکی ایشون سه. نه این زده خودش زده یا تو گذاشتی؟ من گذاشتم. برو خیلی خوش کنه برو. بابا آها نه هنوز هیچ کدوم نبردیم. با سینا یکی دیگه مونده. باور کن اینا بهتر کار میکنن. نه نه تقلب کرده بودی؟ نه چه تقلبی کرده بودم؟ اون بر بردنش پرسپولیسی بودم ولی دمت گرم. دمت گرم واقعا. بعد از شب
واقعا لطف کردی، واقعا افتخاری بود برای ما و ممنون. امیدوارم که هر چیز زودتر خوب بشه. من با پارتی بازی همین دست رو مرسی شادی جون، خیلی ممنون. این لیوان هم ننداخته بود خدایی، نه خدایی آدم هایی بود. من این دوتا رو که هم اینایی که کار میکنه رو من این دو یه دوتا شد سه تا شما انجام دادی، دوتا شما اینا کار نمید. این لیوان ها باتریش تموم شده بود. آره اینا باتریش تموم شده بود. دمت گرم باقا، دیگه اجرام که نداریم، فقط ممنون و متشکرم. چه سردم سرد و خاکستر، شبیه لحظه بدرود، شبیه بوسه آخر. چه خاموش اومدی تا عشق، چه معصوم مثل مریم زار. رها کن طره ها در باد، رها کن دست من بسپار. از آغاز تبسم باش کمی فکر من دلگی، تو این تکرار بی‌فرجام، در این تلخای دامنگی. اگر پیش تو خاموشم نگو، عشق تو با من نیست، قفس تنگ و نفس تنگ، مجال از تو گفتن نیست. احساس اما سر، به غیر از تو کین در دو، شبیه گریه باور کرد. به من سهمی بده از عشق، از اون چشمای ویرانگر، به بودای نگاه خود منو مؤمن کنه ای کافر. اگر پیش تو خاموشم نگو، عشق تو با من نیست، قفس تنگ و نفس تنگ، مجال از تو گفتن نیست.